به نام خداوند بخشنده و مهربان، بابا تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. دوستون به کابل نمی آید. مراسم دادن رتبه مارشالی برای دوستون هفته آینده در جوستیان برگزار می شود. همچنان عنایت الله بابرف رحمن نظارت مسئولین برای برگزاری مراسم اعطای رتبه مارشالی جلالت ماب الحاج عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، از چگونگی اتخاذ رژیم امنیتی در اطراف شهر شبرغان. این در حال است که عبدالرشید دوستم به صورت رسمی مارشال شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فرمان اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری را امضا کرد. آقای دوستم 30 مارشال کشور شد. نسخه از فرمان رئیس جمهور از سوی عنایت الله بابرف رحمن معاون اول شورای عالی مصالحه ملی نشر شد. آقای غنی این فرمان را حدود 3 هفته پیش امضا کرده است. در متن فرمان ریاست جمهوری آمده است به تاس از بند 19 ماده 64 قانون اساسی رتبه مارشالی را به شخصیت سیاسی کشور محترم عبدالرشید دوستم به پاس خدمات ایشان در حل بن‌بست‌های سیاسی و تأمین ثبات در کشور اعطا می نماییم. فرمان اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بر اساس توافقنامه سیاسی که در 28 ثور بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد صادر شده است. عنایت الله بابرف رحمن گفته است که بر اساس این توافقنامه ضمن اعطای رتبه مارشالی، عضویت شورای دولت، شورای ملی و پروتکل معاونت اول ریاست جمهوری نیز برای دوستم در نظر گرفته شده است. در ارتش کشور مارشال رتبه بالاتر از استر جنرالی است. رتبه مارشالی در افغانستان پیش از این 2 بار در طول تاریخ سیاسی نظامی کشور تا اکنون به افراد نظامی اختصاص داده شده است. بار نخست در زمان خاندان شاهی محمد زایی شاه ولی خان به خاطر گرفتن کنترل کابل از نیروهای حبیب الله کلکانی به درجه مارشالی رسید. برای دومین بار این درجه به محمد قاسم فهیم جانشین احمد شاه مسعود قمندان جبهه متحد بر ضد طالبان وزیر دفاع آن وقت و قهرمان ملی توسط حامد کرزی اعطا شد. اختلاف نظر در سپیدار معرفی نامزد وزیران همچنان تعطیل است. 8 صبح کابل فهرست نامزد وزیران سهم سپیدار بنابر دلایل هنوز روی میز عبدالله عبدالله باقی مانده است. منابع دخیل در روند رایزنی ها پیرامون تعیین نامزد وزیران در سپیدار میگویند که علاوه بر موجودیت اختلاف ها میان اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، برخی دعوت‌ها از سوی تیم دولتساز عملی نشده که دلایل آن تأخیر در فرستادن فهرست نامزد وزیران سپیدار به ارگ ریاست جمهوری خوانده می شود. این دعوت‌ها مشخص کردن سهم دسته ثبات و همگرایی در ولایت‌ها و چگونگی تقرر در معینت‌ها، اداره‌های مستقل و سفارتخانه‌ها را شامل است. منابع رسمی در سپیدار اما تصریح می کنند که به محض شریک شدن فهرست نامزد وزیران به ارگ ریاست جمهوری آن را به گونه رسمی اعلام خواهد کرد. اعضای مجلس که از دیر زمان منتظر معرفی کابینه ماندن قرار است در نشست عمومی روز دوشنبه پیرامون رفتن یا نرفتنشان به رخصتی تابستانی تصمیم بگیرند. این رخصتی مجلس نمایندگان از اول اسد سال روان آغاز شده و 45 روز را در بر میگیرد. در حالی که منابع از فرستادن فهرست نامزد وزیران سپیدار به ارگ ریاست جمهوری خبر داده بودند اما هنوز این کار نشده است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی روز جمعه 20 سرطان به روزنامه 8 صبح گفت هرچند که این فهرست به ارگ ریاست جمهوری سپردن نشده اما تصریح کرد که سپیدار به محض شریک کردن فهرست نامزد وزیرانش آن را به گونه رسمی اعلام خواهد کرد. با این همه اما گمانزنی ها پیرامون کش و قوس های درون گروهی در سپیدار پا به جا مانده است.
منابع دخیل در تعیین نامزد وزیران سپیدار که نمیخوان از آنها نام برده شود میگویند که دلایل اصلی تأخیر در فرستادن فهرست به ارگ ریاست جمهوری اختلاف نظرها میان اعضای دسته ثبات و همگرایی و همچنان عملی نشدن برخی از تعهدها از سوی دسته انتخاباتی دولت ساز است. به گفته این منابع شرکای اصلی دسته ثبات و همگرایی برخی انتظارات دارند که هنوز به آن نرسیده و به این ترتیب شمار از بعضها در میان هنوز نهایی نشده است. منابع می‌افزاید که این دسته انتخاباتی در حال حاضر تلاش دارد که همزمان با مشخص شدن ترکیب ملتی و سهم احزاب سیاسی افراد نخبه و متخصص از احزاب معرفی شوند که کار روی آن به گونه فشرده ادامه دارد. گفتنی است که به تایید این منابع فهرست شریک شده در رسانه‌های اجتماعی نهایی نبوده و به ارگ ریاست جمهوری نیز سپردن نشده است. در فهرست اسم 11 نامزد وزیر کابینه دولت امور صلح و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به چشم نمی‌خورد و احتمال یک مورد تغییر در آن نیز وجود داشته باشد. منابع نزدیک به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان تصریح می‌کنند که عملی نشدن تعهدهای ارگ ریاست جمهوری یکی از دلایل تأخیر در فرستادن فهرست نامزد وزیران است. این مورد مشخص نشدن ولایت‌های سهم سپیدار، تعیین نشدن چگونگی استخدام معینان وزارت‌ها و همچنان سفارتخانه‌ها را شامل می‌شود. گفتنی است که دو طرف بحث تعیین سهم یا استخدام معینان از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را مطرح کردند، اما هنوز روی یک مکانیزم مشخص به توافق نرسیدند. بیشتر شمار از افراد نزدیک به این دسته انتخاباتی از جابجایی برخی از ولیان توسط رئیس جمهور غنی ابراز تعجب کرده و تصریح کرده بودند که ارگ ریاست جمهوری در سهم سپیدار بالی تعیین کرده است. این در حال است که منابع رسمی در سپیدار میگویند نیاز است که توافقنامه سیاسی مرحله وار و به گونه کامل عملی شود تا زمینه برای پیشبرد خوبتر روند صلح و رفع موانع پیرامون حکومتداری فراهم شود. فریدون خزون افزود که توافقنامه و تعهد میان دو طرف روشن است و ابراز امیدواری کرد که این مورد به گونه کامل عملی شده و هر دو طرف با آن پابند بمانند. گفتنی است که بر اساس بخش ششم توافقنامه سیاسی ارگ ریاست جمهوری و سپیدار قرار بود یک هیئت نظارتی و میانجی 6 نفری از بزرگان ملی و سیاسون به عنوان ناظر این توافقنامه حضور یافته و جلو نقض آن را بگیرد. با این حال اما اعضای این هیئت هنوز مشخص نشده است. منابع آگاه در هفته‌های گذشته به روزنامه 8 صبح گفته بودند که احزاب جنبش ملی و وحدت اسلامی بر ترتیب خواستار 3 کرسی و 2 کرسی کابینه هستند، اما آقای عبدالله 2 کرسی و 1 کرسی را برای این احزاب اختصاص داده که سبب تأخیر در سپردن فهرست به ارگ ریاست جمهوری شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اما پیش از این گفته بود که فهرست ارگ ریاست جمهوری نهایی شده و این مرجع برای معرفی نامزد وزیران به مجلس نمایندگان منتظر دریافت فهرست سپیدار مانده است. وای در یک نشست خبری گفت که حتی در صورت سپردن این فهرست از سوی سپیدار به ارگ ریاست جمهوری، روند معرفی نامزد وزیران بنابر روند قانونی آن تأخیر تا 2 هفته و 3 هفته را بدنبال خواهد داشت. بر اساس اصول معرفی کابینه قرار است اسناد تحصیلی و تابعیت دوگانه نامزد وزیران ارزیابی شده و سپس برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند. از سوی هم قرار است اعضای مجلس نمایندگان با آغاز اسد سال روان تا 1.5 ماه به رخصتی تابستانی بروند. هرچند بیشتر گفته شده بود که اعضای مجلس حاضرند برای تعیین تکلیف کابینه رخصتیشان را به تأخیر بیندازند، اما حجت الله خردمند نایاب مجری مجلس نمایندگان میگوید که قرار است بحث کابینه در آجندای نشست عمومی روز دوشنبه مطرح شود. با گفته وی و اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه تصمیم خواهند گرفت که برای تعیین تکلیف کابینه همچنان منتظر بمانند یا به رخصتی تابستانی بروند. با این حال اما منابع احتمال میگویند که روند معرفی نامزد وزیران به مجلس نمایندگان برای پس از رخصتی های تابستانی زمان بندی شده است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 28 صور سال روان توافقنامه سیاسی را امضا کردند. در بخش چهارم این توافقنامه زیر نام مشارکت در حکومت آمده است که 50% کابینه از سوی سپیدار معرفی خواهد شد که 11 کرسی را تشکیل می دهد. با این حال قرار است وزیر دولت در امور اصول نیز از آن جایی که وزارت دانشگاه شورای ملی به شمار می آید از سوی سپیدار معرفی شود.
سپاس که تا ایندم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و برای تازه ترین خبرهای افغانستان با کانال ما همراه بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید.